بینه و امیدواریم که آبی پوشان استقلال در مقابل قرمز پوشان استیلاز این بازی زیبایی رو به نمایش بگذارن. متشکرم هستیم از آقای لطیفی عزیز که توضیح کوتاهی رو اشاره کردن. بازی هم آغاز میشه. میریم به ورزشگاه آزادی و همکار عزیزم عادل فردوسی پور. در ورزشگاه آزادی رو خواهد داد قرمز پوشان استیلاز. این اولین توپو فریدون زنده میگیره. داور مسابقه تورج حقوردی است که با کمک آقایان کهولی و ابوالفضلی مسابقه را قضاوت می‌کنه. چهره فریدون زندی رو ملاحظه می‌کنید که امیدواره دوباره به روزهای اوج خودش برگرده در تیم استیلازین. مبعلی توپ واگذار می‌کنه به پژمان منتظری. اشتباه از پژمان منتظری. حسین کاظمی توپو می‌گیره می‌ندازه برای امیر شاپورزاده که صادقی توپو برمیگردونه. قایم بزرگ تیم استیلازین سیاوش اکبرپور هست که گویا به دلیل مصدومیت نرسیده به این مسابقه. حسین کعبی و مهرزاد معدنچی هم نمیتونن تیمشون را در این مسابقه همراهی کنن. آرش برهانی هم قایب بزرگ تیم استقلال هست. اگر برهانی و کعبی هم بودن بازی میتونست جذابتر دنبال بشه. اشجاری از سمت چپ توپو باید پرتاب کنه روی دروازه. پرتاب بلند و خوب انجام میده حسن اشجاری به درون محوطه جریمه. پشت محوطه اونجا زنه توری توپ اثر میذاره و توپا ایمان مبعلی بر میگردن و فرهاد مجیدی روی توپ اثر میذاره. رو به عقب برای حمید نشادجو. سمش بلند میاد به زمین حریف. خطا به نفع تیم استیلازین. خطا برای فریدون زندی انجام شده. تورج حقوردی رو ملاحظه میکنید. حسین کاظمی پشت توپ قرار گرفت. زیادم در ابتدا مورد استقبال تماشاگران واقع نشد. کاظمی در این سمت محمد غلامی توپ در اختیار داره. پشت محوطه جریمه فریدون زندی یه پاس میندازه اون موقع در بازیکن استیلازین. توپ از مقابل محوطه جریمه دور میکنه. عادی مثلا میخوام پژمان منتظری پرتاب بازیکن استیلازین هست. حسن اشجاری باید توپو پرتاب کنه. توپ میاد محوطه جریبه. بازم بازیکن استیلازین ایمان مبعلی توپ میبره به سمت راست که شریفات حرکتی را آغاز کرده. ست سالی هم بعد از مدت ها مصدومیت دوباره در ترکیب اصلی قرار گرفته. زنه توپ سمت چپ حرکت میکنه. سانش انجام میده روی دروازه. حرکت قشنگ از بازیکن استیلازین و حسین کاظمی که نتونست ضربش رو بزنه. بازی رو باید طالب رو به آغاز کنه. اینجا قشنگ توپ رها کرد غلامی و نتونه سر رو بزنه حسین کاظمی. بازیکن تیم استقلال آمار خوبی رو از خودش به جای گذاشته بود. ایمان مبعلی، امیر حسین صادقی، پژمان منتظری. عقب تربعی وعید طالب نو. محمدی هم دلیل مصدومیت حتی روی نیمکت ذخیره حضور نداره. صادقی برای پژمان منتظره. نیمکت نشینی حنیف عمران زاده هم در نوع خودش جالب هست. خطا کاملا مشخص بود و به نظر میسه همین ابتدای کار داور دست به جیب میشه. اولین بازیکن اختیاری مسابقه از تیم استیلازین هادی ایمانی بود که کارت زرد رو میگیره. ایمان مبعلی پشت توپ قرار گرفته. کوتاه کار میکنه با خود او. ایمان میفرسته توپ روی دروازه. یه موقعیت عالی ضربه سر و گل. گل اول برای تیم استقلال در همین ابتدای کار توسط فرهاد مجیدی زده میشه. یک بر صفر نفع استقلال. یک شروع رویایی برای تیم آبی ها. در همین ابتدای کار فرهاد مجیدی که همین یه هفته قبل مدام در قهراشتی بود به باشگاه استقلال دروازه نشاطی رو باز میکنه. یک بر صفر رفت تیم استقلال. در همون دقیقه چهارم مسابقه گل به اسم فرهاد مجیدی ثبت میشه. خیلی خط دفاع استیلازی متزلزله. رو توپای
هوایی که اصلا حرفی واسه گفتن ندارن. سوشا مکانی هم که به دلیل مصدومیت این مسابقه رو از دست داده، گفته میشد که بازی میرسه اما دوباره کارش مشکل پیدا کرده. ببینیم واکنش تیم انتهای جدول استیلازین چه خواهد بود در قبال این گل. امیر شاپورزاده توپ در اختیار داره. حسین کاظمی، عشیری زاد، فیدر زندی، دو بازیکن در مقابلش هستن. پرتاب به بازیکن استیلازی مهدی مهدوی کیا بازی را آغاز میکنه. شاپور زده، فریدون زندی میبره به سمت راست، مهدوی کیا تو بشو میزند. ست سالهی، مهدی امیرآبادی، عشیری زاد رها میکنه توپ رو عقب‌تر برای حمید نشاطجو. فیلیپ دسوزا، خطا به نفع تیم استقلال اعلام شده. خطا رو حسین کاظمی انجام داده. فرهاد مجیدی رو ملاحظه می‌کنید. ایمان مبری، توپا برمیگردن عشیری زاد. کیانوش رحمتی زبستش رو به عقب هست و بر آوانتاج داده این صحنه رو. مبری یه باسه استثنایی رو میندازه به اون سم موقت به بازی کنه. استقلال شاید خوب کار کرد. ایمان ماب علی، کاظم برجلو توپ رو به بیرون زد. از سمت راست و برای دروازه فرستاده بشه. این صحنه ایست که باسه عالی رو انداخت به سمت راست. شریفات حرکت کرد، برجلو تکل خوبی رو زد و توپ رای کورنر شد. اگه بعدا بتونیم گل استقلال هم یه بار دیگه با هم ببینیم، ببینیم که چقدر اینجا اشتباه از خط دفاع که قشنگ وایسادن تماشا کردن و ساده ترین کار ممکن رو انجام داد. فرهاد مجیدی مثل تیمای آماتور گل میخوره تیم استیلازین. گل از سمت راست برای دروازه فرستاده بشه. زمین اولا فریدون زندی میزنه. میلاد زنگت پور، دسوزا در مقابلش هست. موفق در فیلیپ دسوزا از قدرت بدنش خوب استفاده میکنه اما از تکنیکش نتونست اینجا استفاده کنه. مهدوی کیا پرتاب میکنه. جا داره خدمت عزیزان هموطنمون که در خارج از کشور از طریق شبکه جهانی جام جم و برنامه گزارش ورشه این برنامه رو تماشا می‌کنن، عرض ادب و احترام داشته باشیم. بازی استقلال استیلازین رو ملاحظه می‌کنید که یک بر صفر تیم استقلال جلو افتاده با گلی که فرهاد مجیدی برای پرویز مظلومی تیم استقلال به ثمر رسوند. یکی دو هفته پر تنش رو فرهاد مجیدی و استقلال سپری کردن. بدجوری او و فتحالله زاده علی هم مصاحبه کردن ها. مطابق انتظار و مثل همیشه خیلی سریع با هم آشتی کردن تا فرهاد مجیدی هم به سریال کسایی که با فتحالله زاده قهر کرده آشتی کرده اضافه بشه. فرستی که بسیار هم بلند بالا هست، آخرینشون حسن روشن بود. حسن عشاری، خطا به نفع استیلازی. مهدی امیرآبادی تو دور میکنه از منطقه خطر. ایمان مبرلی، مهدوی کیا تو بستر میذاره. فریدون زندی، حالا شاپور زاده از اون بازی فکر کنم بازم گل داشته باشه. تو بستر داشت فرستاده میشه روی دروازه. امیر شاپور زاده سه سالی از مقابلش یه لحظه عبور میکنه و خطا. خطا روی سید مهدی سید صالحی انجام شد توسط امیر شاپور زاده. بعد جلو زد به صورت ست صالحی. در این فصل اول بیشتر نیم کتشین بود امیر شاپور زاده. این هم
آقای صادق درودگر هست که تمام اتفاقاتی در استیلازین رخ داد او باقی مون روی نیمکت ذخیره های این تیم. پرتاب برای بازیکن استقلال. یه پاس بالا هم پشت مدافع محمد غلامی حرکتی رو آغاز کرده، یه استارت سری میزنه، خطایی که میتونه کارت زرد برای پژمان منتظری به همراه داشته، فکر نمیکنم میخواد کارت نشون بده آقای حقوردی. تو با سمت چپ برای دروازه فرستاده میشه، این گونه توپا رو مهدی مهدوی که خیلی خوب ارسال میکنه، سانتش اما این بار جالب نیست. فرهاد مجیدی، کیانوش رحمتی با بیرون پای پاس خوب رو میندازه برای شریفاتی که این روزا داره خوب بازی میکنه تیم استقلال. یه استارت سریع هم اونجا میزنه و این همون خطایی که این بر انجام دادن رو روی شریفات مرتکب میشه. از سمت راست ایمان مبعلی باید توپ رو دروازه بفرسته، روی سانتر او بود که استقلال به گل اول و تک گل مسابقه رسید. با همون جست خاص خودش یه زانو میذاره روی زمین ایمان مبعلی، توپ رو صاحب میگه دروازه. سانت عالی، واقعا خوب میفرسته این توپ رو روی دروازه. داور البته آفساید اعلام کرده. توپ از مقابل سید صالحی و امیر حسین صادقی عبور کرد و با هم نگاه کنیم، سید صالحی در آفساید بود و به درستی هم آفسایدش اعلام شد توسط محمد رضا ابوالفضلی. اشعری از تیم استیلازین تو میندازه در اوم نمیدونم علی پروین در ورشگاه هست یا نه، حتما اگه باشه همکاران تاثیرشو نشون خواهند داد در جایگاه. فدر زندی خود زندی توپو بلند میفرسته، مهدی امیرآبادی در صورتی که میتونست رها کنه طالبی رو بگیره توپو دور میکنه. کیانوش رحمتی یه پاس خوبه در اون موقعیت فرهاد مجیدی و توپی که به بیرون میزنه حسن اشعری. پرتاب هادی شکوری انجام میده، بلند میندازه، ضربه حالا اشعری میزنه. شاپورزاده در میانه زمین خودش توپ در اختیار داره. امیر شاپورزاده، مهدوی کیا، استیلازینی که علی کریمی رو چند وقت پیش اخراج کرد فکرش نمیکرد که علی کریمی سر از بوندسلیگا تیم شالکه 04 آلمان در بیاره. از اون اتفاقات عجیب و غریبی است که فقط در فوتبال ما رخ میده. پرتاب مهدی مهدوی کیا انجام میده برای اشعری زاد. غلامی، شاپورزاده اکتای خوبی رو انجام میدن. پژمان منتظری، سید صالحی توپش به مهدوی کیا برخورد میکنه، بیرون میره. مهدوی کیا باید پرتاب کنه، کاپیتان تیم استیلازین. زندی لبه خط توپو در اختیار داره، فریدون زندی توپش رو به بیرون میزنند. شاپور زده فیدر زندی اونجا گیر میکنه، حالا توپ ساعت میکنه روی دروازه، یه دفعه ناقص مقطع بازی کنه سیرازی داره ایجاد میشه در محوطه جریمه، یه ضربه و توپی که از نزدیک خط دروازه مهدی امیرآبادی برمیگردونه. محمد غلامی چه فریادی میزنه بر سر بازیکن همتیمیش که او پاس نداد در این صحنه. این لحظه است که میلاد زینت‌پور ضربه رو خودخواهانه زد، خودش هم اگه مینداخت زمین شاید آور پنالتی میگرفت چون ضربه شکوری خورد به صورتش.
یکم کم تجربه گی کرد زنیت پور، چون برخورد انجام شد دیگه، چون حرکت ادامه داده هیچ داوری اون صحنه رو پنالتی نمیگیره، پرتاب حسن اشعری انجام میده، بلعمه داخل محوطه جریمه، اسماعیل شریفات شاپور زده، هادی ایمانی توپو به بیرون میزنه، یک پرس فنف استقلال، 16 دقیقه از زمان بازی گذشته، گل فرهاد مجیدی در دقیقه 4 بازی به ثمر رسوند، حسین کاظمی موبلی با روحیه نشون میده برای از اینکه در تیم ملی فوتبال کشور نمایش خوبی رو داشت در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و گل ارزشمندی به تیم ملی عراق زد. مهدوی کیا اشیرزاد کوتاه برای حسین کاظمی میبرن به سمت راست، شاپور زاده اونجا حرکتی را آغاز کرده، صادقی در مقابلش هست، خود امیر شاپور زاده، پاسش اشتباه است و مهدی امیرآبادی توپو میگیره، اعلام خطا به نفع استقرار، خطا رو حسین کاظمی انجام داد، یه بار دیگه از سمت راست بازیکن استقلال حرکتی را آغاز کرده، اونجا توپو کاظم برجلو موقتا دور میکنه، هادی ایمانی، امیر شاپورزاده، یه تکل خشن اونجا زده میشه، کار دنبال میشه، بازم حسین کاظمی، زنیت پور تکسه و اشتباه، توپش نمیرسه به فریدون زندی، بازی کیفیت خیلی بالایی نداره در این دقایق، امیر حسین صادقی با توپی که به نشاط جو میرسه، استقلال اگه این بازی رو ببره می در توی دوم جدول قرار میگیره با 37 امتیاز پشت سر زبانی که دیروز باخت به تیم سایپا، سپاهان که دیروز با شاهین بوشهر مسابقه کرد، تراکتور مسابقه کرد با پاس همدان، مثلا بازی داره با تیم شهرداری تبریز، از بین تیمای نیمه بالا جدول پرسپولیس و فولاد دونستن پیروز شن، سبا هم برد خوبی رو راهن به دست آورد، مهدی مهدوی کیا رو به عقب حرکت میکنه برای اشوری زاد، شاپور زاده تو بکنش رحمتی برمیگرده، ایمان موبلی، خطای شاپور زاده کاملا مشخص بود، یه تذکر جدی رو بهش میده آقای تورج حق وردی، حسین کعبی رو ملازم میکنید در بین جمعیت حاضر در ورزشگاه، ماه به ما که تصویرش میبینیم تغییر میکنه چهره حسین کعبی، اشوری زاد یه لحظه اشتباه بدی رو اونجا انجام داد، پرتاب تیم استیل از این، امیر حسین صادقی، اشتباه از فریدون زندی،
امیرآبادی. از سمت راست حرکتی را آغاز به تو به شریفات نمیرسه. حسن اشیاری، زنیت پور خیلی افت کرده نسبت پارسال میلاد زنیت پور، بازیکنی که در تیم راه خیلی خوب کار کرد، به تیم ملی هم رسید اما فصل خوبی رو در تیم استیلزین سپری نکرده. حسن اشیاری، زنیت پور توپو در اختیار داره، عقب‌تر حسین کاظمی بعد تو بگه نمیرسه به شاپورزاده. بد داره بازی میکنه تیم استیلازین، اردوی ترکیه و بازی دوستانه هم هستی که افاقه نکرده و نجات دادن این تیم. زمین سر از کاظم برجو، سید صالحی تا می توپو پیدا کنه از پشت سر هادی ایمانی رو توپ اثر میگذاره. از سمت چپ حسن اشیاری، خطا به نفع استقلال. دسوزا، هادی شکوری، اتوتو کاظمی لسه قطع میکنه، فریدون زندی توپو میندازه میخوره پشت پای محمد غلامی که تک مهاجم تیم استیلازین از این مسابقه. محسن خلیلی هم روی نیمکت ذخیره نشسته. زنیت پور، کاظمی به هر شکلی میرسه به سمت راست، مهدی معتبی کیا حرکتی را آغاز کرده، خود مهدی میبره به سمت راست، شاپورزاده سانتش انجام میده، دروازه سانت خوبی نیست و تو برگشت داده میشه. سید صالحی، واکنش پرویز مظلوم در کنار زمین جالب بوده نوع خودش، پرتاب مهدی معتبی کیا انجام میده. زندی، مهدوی کیا، دوباره شاپورزاده پشت مات جریمه، زنیت پور شوت زن، زبر رو میزنه، خوب هم میزنه، چه شانسی میاره این وعید طالبلو، میره یه بوسه هم به تیر دروازه میزنه که تیر دروازه توپو براش برگردوند. این بار وعید طالبلو، فرهاد مجیدی حرکتی را آغاز کرده، میفته به دهانه دروازه و توپ از مقابل سید صالحی عبور میکنه. حالا فرصت مناسب اون زاویه فوق‌العاده زنیت پور رو تماشا کنیم. این بازیکن میلاد زنیت پور عالی زد ضربه رو، نوکه چه کاتی برداشت توپ، چجوری طالبی اصلا جم نخورد از سر جاش، همینجا وایساد تماشا کرد، توپ خورد به تیر دروازه‌اش و به حال کار دنبال میکنه. شاید که بازیکن استیلازین حرکتی را آغاز کردن، شاپورزاده، زندی و گل، گل تساوی رو فریدون زندی به ثمر میرسونه. 1-1 مساوی روی گلی که فریدون زندی به ثمر رسوند. خوب بازی نکرده بود تا الان اما یه گل خیلی راحت به ثمر رسوند. چقدر بد آفساید رو پر میکنه اونجا خط دفاعی تیم استقلال. پژمان منتظری آفساید رو پر کرد و خیلی خوب زد ضربه رو با پای چپ، پای تخصصی خودش فریدون زندی، حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. ببینیم واکنش استقلال چگونه خواهد بود. 1-1 مساوی. قبل از تعطیلات استقلال نتیجه خوبی رو نگرفته بود در ورزشگاه آزادی، با شهرداری تبریز مساوی کرد، به زبان هم باخت و شانس آورد که لیگ تعطیل شد.
حتی در جام حسبی هفته قبل تونستیم شهرداری یاسوج رو با دو گل شکست بده استقلال و مرحله نیمه نهایی رقابت جام حسبی صعود کنه. هرچند که مسیر استقلال تا این مرحله بسیار آسون بوده، حتی برای رسیدن به فینال هم با ملوان پیکار کنه که روی کاغذ شاید مسیر خیلی سختی نباشه. پرتاب بازیکن استیلازین، این هم محسن خلیلی است که اینجوری خودشو پوشونده، فقط یه چشش معلومه در تصویر. محسن خلیلی بازیکنی که او هم افت کرده بعد از مصدومیت طولانی، نتونسته به شرایط آرمانی برگرده. دسوزا موقعیت فرهاد مجیدی که توپش جالب نیست و بازی رو حمید نشاطجو بعد آغاز کنه. خود نشاطجو بعد ضربه رو بزنه. 27 دقیقه از زمان بازی گذشته، حساب کار 1-1 مساوی است. هادی شکوری اشتری اونجا توپو میره، خطا برای ایمان موبلی. زنگ بالا از پژمان منتظری. شاپور زده، هنوز توپو پیدا نکرده. خطا به نفع استقلال. خاکبور در کنار زمین مشخص هست. این لحظه است که چند مرحله خطا رو هم دیگه انجام دادن. در نهایت خطای شاپور زده گرفته شد. موبلی بعد توپو یه دروازه ارسال کنه. یورگن گدم یه لحظه دیدی در تصویر رویم که ذخیره ها اضافه شده به کادر مربیان تیم استقلال. پرتابادی شکوری باید انجام بده. استقلال هم متوسل شده به پرتابای بلند. میروزه به درون محوطه جریمه. شاپورزاده برمیگردونه. محمد غلامی فکر کنم میذاره هولش داد اونجا. امیرآبادی کار دنبال میشه. توپ میبرن به سمت راست جایی که شریفات حرکتی رو آغاز کرده. توپ بیرون زده میشه و حالا بعد به وضعیت محمد غلامی رسیدگی بشه. چهره اشجاری رو ملاحظه میکنه. استقلال هفته بعد یک شنبه با تیم پیکان در قزوین بازی داره. استیلازین هم بعد به کرمان بره، درباره مثل کرمان بازی کنه. هفته بعد بازی بسیار حساس بین دو تیم مدعی اصلی قهرمانی یعنی سپاهان و ذوب‌آهن در اصفهان برگزار میشه. پرسپولیس هم با راه آهن بازی داره. این هم نیمکت ذخیره تیم استقلال. محسن یوسفی هم اضافه شده به جمع بازیکن تیم. مازیار شعبانی در بازه ذخیره. فرزاد آشوبی که نیمکت نشینی هم در نوع خودش جالب توجه است. در کنار حنیف عمران زاده. پرتاب به درون محوطه جریمه. و این توپای بلند میتونن کاملا خطرناک باشن بازیکن استقلال، اما داور بازی رو متوقف کرده. علی اشیرزاد شاپور زده، حسین کاظمی ضربه عجیبی رو به توپ میزنه. پرتاب بازیکن استقلال هست. مهدی امیرآبادی بعد کارو شروع کنه.
اشیر رضا توپو میفرسته میانه میدان. کیانوش رحمتی، امیرآبادی، فرد مجیدی، کاظم برجو در مقابلش هست. کیانوش رحمتی اشتباه از پیجوان منتظر را جاشم خالی است، اما کمتر دستم بازی کنه استیل در هنگام ضد حمله. گوشه زمین زنیدپور، عقب تعبه اشجاری، محمد غلامی، این ور شاپور زده فضای مناسبی رو در اختیار داره. خود غلامی خطا برای او کاملا مشخص بود. توپم لو میره، پژمان منتظری در خط دفاع. 15 دقیقه به انتهای نیمه اول زمان باقی مونده. خطا به نفع استقلال. تیم شهرداری تبریز هم یکی جلو افتاده از تیم مس کرمان در تبریز. کیانوش رحمتی زنده توپ فراد مجیدی رو میگیره، میبره به سمت راست. مهدی مهدوی کیا فضای مناسب به جلو رفتن داره. مهدی مهدوی کیا ساندویچ عالی انجام میده و چجوری توپ گل نکرد محمد غلامی. فوق العاده بود حرکت مهدی مهدوی کیا. به یاد روزهای اوج خودش یه پاس به جلو استثنایی رو انداخت در دهانه دروازه و بعد زد ضربه رو محمد غلامی. شانس آورد طالب‌لو که این توپ هم در دمه دروازه‌اش قرار نگرفت. موقعیت خطرناک 4-1 به نفع استیل از این بود. این از اشتباه از حسن اشیاری. یه باز اومد فرهاد مجیدی تک به تک و دروازه و گل دوم. فرهاد مجیدی حساب کار رو 2-1 میکنه برای استقلال. چقدر خوب کار کرده بازیکن استقلال و فرهاد مجیدی بازم قدر این موقعیت رو میدونه. هشتمین گل فصلش رو به ثمر میرسونه. انصافا دو تا حمله کرد استقلال، دو تا گل زد و هر دو گل رو هم فرهاد مجیدی به ثمر میرسونه. پاس فیلیپ دسوزا تک به تک با دروازه و خیلی خوب زد ضربه رو. پاس بسیار عالی فیلیپ دسوزا تو درست مقابل پای فرهاد مجیدی قرار میده و حساب کار رو 2-1 میکنه. خط دفاع کند و پر اشتباه استیلازین کاملا آسیب پذیر نشون میده. مهدی مهدوی کیا باشی توپ قرار گرفته، توپی که این بر محمد غلامی به گل تبدیل نکرد بلا فاصله اون سمت به گل استقلال تبدیل شد. محمد غلامی پرتاب و مهدی امیرآبادی انجام میده. مهدی امیرآبادی مهدوی کیا فیلیپ دسوزا تو میندازه به فرهاد مجیدی ضربه سر رو اشیری زاد میزنه. سید صالحی آفساید بازیکن استقلال گرفته شده.
یکی دو ماه دیگه هم باید با بازی کردن بدون میلاد میداودی سر کنه، کماکان مصدوم میداودی. شاپور زده توپا دور میکنه امیرحسین صادقی، چرخش خوب از کاظمی و خطایی که کیانوش رحمتی انجام داد، تو به سمت راست برای دروازه فرستاده بشه. مهدی مهتبی کیا شاپور زده در حرکت میکنه، تو با بعد جایی لو میده میلاد زنیت پور، از همونجا ضربه رو میزنه یه دفعه ناقص، توپو برگشت میدن مهدوی کیا، توپش نمیرسه به زندی، سید صالحی از پشت سر میاد، مهدوی کیا توپو میگیره، زنیت پور، حسین کاظمی پشت محوطه جریمه، ضربش نرم هست و اونجا توپو وحید طالب گوشه محوطه جریمه میگیره. وحید طالبلو ضربه سر سید صالحی میزنه، اسماعیل شریفات که کم اثر بوده در این نیمه عقبتر، هادی شکوری یکم ترکیب استقلال عجیب بوده این نیمه، هادی شکوری در سمت راست خط دفاعی به بازی گرفته شده، آندره لوئیز روی نیمکت هست. خبری از محسن یوسفی و جواد شیرزاد هم نیست، خطای برای زندی هم اعلام نشده، پاس دوام و آفساید، آفساید فراد مجیدی گرفته شد، سعی بازی رو آغاز میکنه حسین کاظمی، کاظم برجلو زندی تو میندازه برای زینت پور، پاسش جالب نیست رو به عقب برای وحید طالبلو، تو بشمده میانه های زمین و پرتاب برای تیم استقلال. شهرداری تبریز یکیش مثل کرمان رو در نیمه اول شکست داده، فرزاد آشوبی رو ملاحظه میکنید، رقیبش فیلیپ آلبس خوب بازی کرده این مسابقه، پاس گل خوب هم داد. مهدی مهتبی کیا اوت به نفتی به استیلازین گرفته میشه، مظلومی روی اوت معترض بود، شاپور زده خطا، تو با سمت راست برای دروازه فرستاده بشه، همه سیلازینا دارن میرن جلو، کاظم برجلو هم داره جلو میره، معمولا سالی یه گل میزنه اونم به وحید طالبلوه، کاظم برجلو حسن اشعاری سانش انجام میشه دروازه، سید صالحی برمیگردونه، مهدوی کیا دوباره، خود اشعاری، هادی ایمانی، فیلیپ دستوزا، مقطع بازیکن استیلازین داره ایجاد میشه، حسین کاظم به این دو نفر میخواد عبور کنه، خطا اعلام نشده، خطا به نفع استقلال. بعد جیرم زد سید صالحی رو فریدون زندی، 2-1 به نفع استقلال، دو گل از فرهاد مجیدی در مقابل تکل فریدون زنده، این نتیجه تا دقیقه 40 بازی رقم زده.
نیکر ذخیره استقلال رو. لحظه ای دیدید بازی را آب پوشان بعد آغاز کنند. جای محمد خاکپور رو ملازم میگه تیمش خوب به بازی برگشت، ولی بلافاصله گل دوم دهشتی دریافت کرد که تیمش بد بازی نمی کرد. تاللو کازم بوجلو، هادی ایمانی، اسماعیل شریفات گوشه زمین خطا رو میگیره. بوجلو صحبت میکنه با ابوالفضلی. تو بس همتر راست برای دروازه فرستاده بشه. ستصدی هم بر میگرده به بازی. موبدی از سمت راست با توپ به دروازه بفرسته. سانش انجامی روی دروازه زمین برای بازی کنه استیلازین زنیتپور. مهدوی کیا یه زده همه سریع دارن ترتیب میدن. حالا از سمت چپ زنیتپور، این برای زندی و غلامی هستن. پاس خیلی محکم هست و غلامی هم به توپ نمیرسه. پرتاب بازیکن استقلال هست. مهدی امیرآبادی باید بازی را آغاز کنه. مهدوی کیا زندی فیدون زندی در مرکز زمین یه دور میزنه میبره به سمت راست. مهدوی کیا شاپور زاده بازم تکلیف بعد میره اونجا. امیرآباد اینقدر از این تکلیف رفت تا بالاخره کارت زرد رو گرفت. مهدی امیرآبادی بهتش فریبا صحبت میکنه اونجا با داور. منصور پویداری میره آرامش میکنه. حسن اشجاری پشت توپ قرار گرفته. ساعت بگه روی دروازه، ساعت خوب روی دروازه، موقع بازی کار استیلازین توپ نمیگیره رو پای یه موقع دیگه. حالا با پای چپ توپ میگه بیرون زده میشه. خط دفاع هر تیم واقعا آسیب پذیره. روی توپای به خصوص بلند ارسالی ملاحظه میکنید اشتباه بزرگ. این توپ اول است که غلامی نگرفت توپ رو پاش. خوبم خودش رو پرتاب که به سمت توپ. پژمان منتظری اینم شوت است که زنیتپور به بیرون میزنه. کیانوش رحمتی خطا هند کیانوش رحمتی اعلام شده. محمد غلامی پشت مهاجم جمعی توپ در اختیار داره. خود غلامی موقعیت فریدون زندی وارد محوطه میشه. توپ خودش هم برخورد کرده و بیرون رفت. این اصلا زندی وارد محوطه شد و توپ امیرآبادی به پای خودش کوبیده به بیرون رفت. بعد طالبلو باید بازی رو آغاز کنه. عشیریزاد مهدوی کیا دو دقیقه زمان تلف شده برای نیمه اول در نظر گرفته شده. رحمتی زیر توپ میزنه. اشجاری
ایمان مابلی واسه عالی موقعیت بازی کنه استقلال و توپی که از دهانه دروازه برگشت میده نشاطجو سید صالحی. کورنر هم نتونست بگیره سید صالحی. عشیریزاد مهتبی کیا زندی پرتابه بازی کنه استیلازین. یه باری با هم نگاه میکنیم شریفات حرکت کرد توپو فرستاد روی دروازه نشاطجو رد کرد و بعد دیگه موقعیت ایجاد نشد برای تیم استقلال. یک دقیقه از زمان تلف شده باقی مونده. عشیریزاد سر به سر از امیرحسین صادقی اونجا خطا کرد عشیریزاد. واقعا استیلازین در خط دفاع مشکل داره. اول فصل همش فوروارد و هافک می‌خریدن به فکر خط دفاع نبودن اصلا و حالا موزرات این تیم بیشتر هم شده. کم تا کسی فکر تیمی که 7-8 میلیارد تومان هزینه کرد اینجوری در انتهای جدول جا بگیره. فرد مجیدی حسن عشیری وسط پایان نیمه اول به صدا در میاد. 2-1 تیم استقلال سیلازین رو شکست میده در نیمه اول. آمار رو هم یه مرور با هم خواهیم کرد. 2 گل از فرهاد مجیدی در مقابل تکل فریدون زندی استقلال رو تیم برتر میدان کرده در نیمه اول این مسابقه.